با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان گرامی ارجمند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. با جلسه دوم مکانیک سیارات یک در خدمتون هستم با عنوان میدان شتاب. پس با من تا آخر این ویدیو همراه باشید. خب همونطور که خدمتون عرض کردم، موضوع بحث این جلسه ما میدان شتاب است، از بخش 4-2 فصل 3 مکانیک سیارات. قبل از اینکه بریم سراغ تدریس، من خودم رو معرفی میکنم. من امیر رضا طلاقت هستم. به آدرس ایمیل amirrezatalaqat@gmail.com میتونید ایمیل بزنید و سوالاتتون رو بپرسید. هرچند میتونید در کامنت های این ویدیو هم سوالاتتون رو بپرسید. من تمام سعیم رو میکنم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهتون پاسخگو باشم. خب بچه ها، ما توی ویدیو اولی که در اول این بخش من آپلود کردم، امیدوارم که دیده باشید، ما اونجا در مورد میدان سرعت صحبت کردیم که یکی از مهمترین پارامترها در بررسی حرکت جریان سیال هستش. حالا ما اینجا میخوایم میدان سرعت رو بررسی بکنیم که باز هم تابع از مکان و زمان هستش، که همون جوری که مثل بردار سرعت سه ترم مکانی داره، x, y, z و یک ترم زمان t. مبحث مطلب دیگه ای رو من ببینم بهتون گفته باشم. آها، همون جوری که میدونید، موقعی که استفاده های زیادی رو ما میتونیم از میدان شتاب ببینیم، مثلا در خروجی نازل ها. خروجی نازل حتما دیدین دیگه، موقعی که مثلا واترجت استفاده میکنین تو مثلا کارواش ها، اونجا اون مقطع خروجی نازل یهو سرعت افزایش پیدا میکنه و حالت خیلی شتابی میزنه بیرون. این همون مفهوم میدان شتاب رو ما داریم اونجا میبینیم. مثل بردار سرعت، ما یک نقطه، مثل همون مفهومی که در ویدیو قبلی بود، یک نقطه رو در نظر گرفتیم با بردار RA محلش رو مشخص کردیم، با مشتق زمانی سرعتش رو به دست آوردیم که سه ترم x, y, z داره که همه اینها بر اساس تابع زمان هم هستن، و حالا مشتق میدان سرعت به ما میدان شتاب رو میده که همون ترم های x, y, z داره که باز هم تابع از زمان هستن. ما اگه بخوایم مشتقی بگیریم از بردار سرعت و میدان سرعت، به صورت d v a تقسیم بر d t میبینیم، چون ما داریم بر اساس دو تا تابع مکانی و زمانی جلو میریم، پس یک ترم زمان داریم و سه ترم مکانی که میبینید روند وی ای تقسیم بر روند ایکس، دی ایکس ای تقسیم بر دی تی، روند وی ای تقسیم بر روند وای، دی وای ای تقسیم بر دی تی، روند وی ای تقسیم بر دی زد و روند زد و دی زد ای تقسیم بر دی تی. این ترم های دوم در ترم های مکانی، اینا همه UA, VA و WA هستن که اگر جایگذاری بکنیم معادله 4-3 به دست میاد. اگر برای هر ترم فشار ما این عملیات ها رو انجام بدیم، AX, AY و AZ به دست میاد. مجموعه اینها یک مشتقی رو به ما میده به نام مشتق کلی. مشتق کلی شامل مشتقهای جزئی میشه که چون ما هم داریم بر اساس تابع از زمان و تابع مکان داریم بررسیش میکنیم، چیز به دست میاد، معادله 4-5 به دست میاد، که حالا بر اساس مفاهیم ریاضی گرادیان سرعت رو ما داریم اینجا بررسی میکنیم و مشتق زمان. پس مشتق کلی شامل مشتق نسبت به زمان در این مقطعی که در این حالتی که داریم بررسی میکنیم، چون هم گفتم هم زمان داریم هم مکان، مشتق مکان و گرادیان اون پارامتری که داریم بررسیش میکنیم، که حالا اینجا مثلا سرعت باشه. هم توضیحاتی رو که اونجا داده بودم اینجا هم داده، که حالا ما اینجا گرادیان رو داریم که به این مفهوم هست، و حالا اگر ضرب داخلی انجام بدیم میشه U روند XI، V روند Y، روند روند Y، W به اضافه W روند به روند Z، که حالا ما میتونیم مشتق کلی مثلا تابع مثلا دما رو به دست بیاریم.
که میشه تغییراتش نسبت به زمان، و ضرب داخلی سرعت در گرادیان دما. برای اینکه مفهوم رو بهتر درک بکنید، من مثال 4-4 رو که هست شتاب در راسته خط جریان رو من براتون در حالت نوشتاری عرض میکنم که مفهومش رو بهتر متوجه بشید. پس ما در حالت نوشتاری همراه بشید. خب بچه ها، خوش اومدین به این بخش با حل مثال 4-4 در مورد شتاب در راستای خط جریان از بخش 4-2 فصل 4 در خدمتون هستم. سوال به این صورت هست که یک سیال غیر قابل تراکم لزج و به حالت جریان ثابت از لحاظ زمانی داره به یک توپی برخورد میکنه با شعاع R که در شکل 4-4A بهش اشاره شده. با آنالیز هایی که انجام دادن به این معادله پروفایل سرعت رسیدن. V هست، U X I هات مساوی هست با V صفر 1 به علاوه R به توان 3 تقسیم بر X به توان 3 I هات. و این V صفر هم بالاترین سرعت در جریان هست. از ما خواسته که شتاب رو در راستای خط جریان به دست بیاریم برای مقطع AB. همونطوری که میبینید، بذارید من این دوربین رو بهتر بکنم. بله، همونطوری که میبینید ما ترم V و W سرعت رو نداریم. پس در اینجا ما AY AZ رو نداریم، پس داریم A هست روند V به روند T به علاوه U روند V به روند X که این کلش میشه روند U به روند T به علاوه U روند U به روند X. بله، که این چون بازم حالت جریان ثابت از لحاظ زمانی رو داریم که بهش میگن استدی، این کلن صفر ترم زمانی ما نداریم. پس در نتیجه AXی که ما داریم هست V0 در 1 به علاوه R3 تقسیم بر X3 ضرب در V0 در R به توان 3 منفی 3X به توان منفی 4، یا AX هست منفی 3 وی صفر به توان 2 تقسیم بر آر ضرب در 1 به علاوه آر تقسیم بر ایکس به توان 3 تقسیم بر ایکس بر آر به توان 4. خب بچه ها، خوش اومدین به این بخش. اینجا ما میخوایم اثرات جریان غیر ثابت رو ببینیم. یکی از مفاهیمی که ما اینجا بهش برخورد میکنیم مفهوم اثرات موضعی هست. حالا مثلا اینجا چون شتاب رو داریم بررسی میکنیم، مثلا اثر موضعی شتاب چه چیزی این رو مشخص میکنه؟ ترم زمانی. یعنی این ترمی که مثلا حالا اینجا برای دما وجود داره، اگر ما اینجا مثلا ترم زمانی شتاب رو بخوایم بررسی بکنیم که همون روند V به روند T هست، این مفهوم موضعی رو داره نشون میده. که حالا اگر جریان ثابت باشه کلن این مفهوم موضعی از بین میره، چون دیگه وابستگی ما که به زمان نداریم. که ما به این جهت اینو بررسیش میکنیم، چون اگر جریان غیر ثابت داریم بررسی میکنیم اون رو باید در نظر بگیریم. حالا تو این شکل ما یه چیز دیگر رو میخوایم بررسی بکنیم. حالا دیگه جریان غیر ثابت داریم، ولی از لحاظ موقعیتی و از لحاظ شکلی که داریم بررسیش میکنیم شکل ثابته، که در اصطلاح انگلیسی بهش میگن special uniform. این به این معنا هست که اگر ما جریان غیر ثابت داریم، خب پس ترم روند وی به روند تی مفهوم موضعیش باقی میمونه. ولی اگر مفهوم مکانی رو ما ثابت بگیریم، مقطع مکانی رو ما ثابت بگیریم،
این سه تا ترم این، این و این حذف میشن، چرا که ثابت هستن دیگه. پس سرعت که در این راستا که تغییری نمیکنه که، چون شکل ثابته، تغییری نداریم. پس به همین دلیل این سه تا ترم U رونده V به رونده X، V رونده V به رونده Y و W رونده V به رونده Z حذف میشن. در اینجا هم همون جوری که گفتم، مثلا شما یک واتر جت دارین، در آخرش همونطور که توضیح دادم گفتم مثلا این مقطع خروجی نازله، موقعی که دارین فشارش میدین که واتر ببخشید آب بزنه بیرون توی مثلا کارواشا، اونجایی که سرعت یهوی افزایش پیدا میکنه، ترم های چیز وجود داره، به اصطلاح جریان های القایی وجود داره، بهش میگن کانوکتیو افکت. در این آبگرم کن هم باز هم اثرات انتقالی وجود داره. ما حالا اینجا داریم حالت ثابت بررسی میکنیم، پس ترم موضعی و همون زمانی از بین میره، ولی چون اینجا یک دمای حالا اینجا یک دمای ورودی ثابت داریم، اینجا هم یک دمای خروجی ثابت داریم، اینجا سرد و اینجا گرم، اینم هم باز هم همون مفهوم حالت ثابته، پس ترم زمان و مفهوم موضعی از بین میره همونطور که گفتم. ولی چون از حالت سرد به گرم میریم، پس یعنی جریان‌های القایی وجود دارن که به اصطلاح بهش میگن کانوکتیو افکت. پس چجوری بعد یک سیال از حالت سرد به گرم بره؟ پس بعد انتقال حرارت صورت بگیره. پس ترم های انتقالی و القایی وجود دارن. اینجا هم همینطوره. توی فصل قبلی ما موقعی که داشتیم مفاهیم معادله برنولی رو تدریس میکردیم براتون، اونجا هم گفتیم که موقعی که مقطع کاهش پیدا میکنه، برای این که جریان ثابت بمونه، سرعت باید افزایش پیدا بکنه. اینجا هم خب تغییر موضعی داریم. پس اینجا هم حالت آنستدی داریم، هم نان یونیفرم اسپشیال داریم. اسپشیال نان یونیفرم فلو داریم. پس اینجا هم ترم زمانی رونده وی به رونده تی وجود داره و هم اون سه تا ترم زمانی. اینجا هم که نمودارهای سرعتش رو نشون داده دیگه، یعنی از اینجا که به اینجا میریم، ببخشید، سرعت افزایش پیدا میکنه و از اینجا به اینجا که میریم سرعت کاهش پیدا میکنه. به این مفهومه که در نیمه اینجا شتاب زیاده، چرا که اینجا سرعت افزایش پیدا کرده و از اینجا به اینجا چون سرعت کم میشه، پس شتاب هم کم میشه. برای اینکه این مفاهیم رو بهتر درک بکنید، مثال 4-5 رو براتون حل میکنم که در مورد شتاب از یک میدان سرعت هست. پس با من در حالت نوشتاری برای حل این سوال همراه باشید. خب بچه ها، با حل مثال 4-5 در مورد شتاب از یک میدان توزیع سرعت بخش 4-2 فصل 4 در خدمتون هستم. سوال از ما خواسته که یک پروفایل سرعت دو بعدی جریان ثابت از لحاظ زمانی رو در نظر بگیریم، از مثال 4-2 که پروفایل سرعتش به این صورت بود: V هست V صفر تقسیم بر L ضرب در منفی X I هست به اضافه Y J هست. از ما خواسته که میدان شتاب رو برای این جریان با این معادله سرعت به دست بیاریم که ما باید حالت کلی رو بنویسیم. A هست مشتق کلی بردار دی وی نسبت به زمان، که میشه مشتق جزئی روند وی به روند تی به علاوه سرعت گرادیان بردار سرعت، که این ترم که کلن صفره، چون ما از لحاظ ببخشید این تصویر رو من بهتر بکنم، این ترم که کلن صفر میشه، چرا که ما جریان ثابت از لحاظ زمانی داریم در نظر میگیریم. این ترم هم که میشه U روند V به روند X به علاوه V روند V به روند Y به علاوه W روند V به روند Z، این هم که کلن صفر میشه چون ما ترم W نداریم. خب این که ترم U هست، اینم ترم V هست.
پس ما فقط این دوتا ترم رو برای شتاب داریم که میشه U روند U به روند X به علاوه V روند U به روند Y I hat به علاوه U روند V به روند X به علاوه V روند V به روند Y کلن J hat. من این رو میارم این برتر که بهتر ببینید. بخواهم اینا رو بنویسیم میشه منفی V صفر تقسیم بر L ضرب در X ضرب در منفی V صفر تقسیم بر L به علاوه V صفر به L ضرب در Y ضرب در صفر کلن I hat به علاوه منفی V صفر به L ضرب در X ضرب در صفر به علاوه V صفر به L ضرب در Y ضرب در V صفر به L. این تا اینجا خب که AX هست V صفر به توان دو ضرب در Y تقسیم بر L و AY هست V صفر ضرب در X و V صفر به توان دو تقسیم بر L. خب بچه ها خوش اومدید، به پایان این بخش رسیدیم. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که مفاهیم این جلسه هم براتون مسرم سمر بوده باشه و تونسته باشین به خوبی یادشون گرفته باشین. باز هم میگم اصلا دریغ نکنید که هر نوع سوالی رو که میخواین بپرسین، چه میتونین در ایمیل از من بپرسین چه در کامنت های این ویدیو. من سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهتون پاسخگو باشم. و از همه مهمتر چنل رو سابسکرایب داشته باشین که جلسات بعدی تدریس رو هم نوتیفیکیشناش براتون بیاد. شاد و سلامت باشین. تا درودی دیگر، بدرود.